الله يا الله سبحان الله، الله يا الله والحمد لله، الله ولا اله الا الله، الله يا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین در مسئله تاسعه اشره بودیم قال آله دوم قال ثم العدم قد یعرض لنفسه فیصدق النوعیت و التقابل علیه به اعتبارین گای خود عدم رو میگیم چه معدوم شد لذا خود عدم انواعی داره و اگر میگیم عدم مقابله با وجود است و یه جای دیگه میگیم نه مقابله با وجود نیست این به دو اعتباره توضیحش چیه؟ اقولو العدم قد یفرض و آرزن لغیره و قد یلحظ لا به اعتبار عروزهی للغیر فیکون امرن معقولا قائمن برأسه ویکون لهو تحقق فی الذهن عدم گاهی فرض میشود عارضاً لغیره مثلا میگیم عدم انسان عدم درخت و گاهی ملاحظه می شود نه به اعتبار عروزش بر غیر مطلق عدم نبودن خود نبودن رو تصور و ملاحظه میکنین فیکون امرا معقولا قائما برسه که در اینجا دیگه نیومدیم عدم یک چیز خاص رو ملاحظه کنیم خودش یه چیه تعقل قائم بر خود شده و یکون له تحقق فی الذهن که تحققش فقط در ذهنه ثم ان العقل يمكنه فرض و عدمه بعد عقل میتونه چیه فرض عدم همین عدم بکنه بگه عدم نیستیست ولی الان معنای عدم در ذهن من موجوده بعد میگه خب همین معنای عدم که در ذهن من موجوده همین هم نباشه پس فرض عدم برای عدم میکنه چرا این کار میتونه بکنه لان الذهن يمكن و الحاق الوجود والعدم به جمیع المعقولات چون ذهن را و عقل را ممکن است الحاق وجود و عدم به جمیع معقولات حتی به نفسه حتی میخواد خود وجود را هم بگه موجوده خود عدم را هم بگه معدومه البته به معنایی که عرض کردیم یعنی در ذهن من معنای وجود موجوده یا در ذهن من معنای عدم موجوده یا هر کدومش معدومه نه اینکه خود وجود و عدم در خارج واقعیت متأصل دارند اینو بارها عرض کردیم که نیستن از معقولات ثانیه فایدا اعتبر العقل للعدم ماهیت معقولا و فرزها معدوما پس هنگامی که عقل آمد برای عدم یک ماهیتی را تعقل کرد و فرض کرد که همان هم معدوم باشد کان العدم آرزن لنفسه اینجا میگیم عدم چیه عارض نفس خود شده حالا اینجا مرحوم علامه خاجه میخوان بفرمان ما مفهوم عدم را که تصور میکنیم همون رو بگیم نیست که یک امر موجود در ذهنه یا نه میخوان بگن عدم را به ما هو عدم و نیستی تصور کنیم بعد بگیم همون نیستی نباشد که در مقابلش مثلا وجود باشه و یکون العدم العارض للعدم مقابلا لمطلق العدم پس این جایی که عدم اومده عارض شده است بر این عدم مثلا بر این عدمی که در ذهن ما هست میگم مفهوم عدم را تصور کردم باز میگم همون هم نباشه اینجا چیه میگیم عدم آرز بر عدم شد و یکون العدم العارض للعدم مقابلا لمطلق العدم پس عدم دو رقم شد مقابل همان یک عدم مطلقاً که مفهوم است یک عدمی که خود عدم رو شامل می شود که از کردیم مثلا معنای عدم در ذهن به اعتبار و یکون العدم العارض للعدم مقابلا لمطلق العدم به اعتبار کونه رافعا له و عدما له و نوعا می پس اونجایی که عدم عارض عدم می شود مقابل است با مطلق عدم به اعتبار این که رفع آن عدم می کند و اون عدم را معدوم میکنه بنابراین میشه دو نوع پس میشه دو نوع عدم داریم یک عدمی که مطلق است و نیستی رو نشون میده یک عدمی که خود این معنای عدم رو معدوم میکنه پس عدم میشه دو قسم به اعتبار ان العدم المعروض اخذ مطلقا علا وجه یا امور آرزه ولی غیره به اعتبار این که اومدیم چی عدمی را که در اینجا فرض می کنیم عدمی است که او خزم مطلقا به گونه مطلقی گرفته شده که یعم العارض الله و غیره دو تا عدم رو شامل می شود یکی عدمی را که مطلق العدمه یکی عدمی را که نفس همین عدم را شامل می شود فیست نوعیت العدم العارض للمعروض بنابراین می شود صدق کند معنای اینکه که بگیم عدم نوعی است از مطلق عدم عدمی که آرز می شود بر خود عدم نوعی از عدم است مطلق العدم اعمی از اینه و این رو شامل می شود و تقابل بینهما به اعتبارن خب میگیم خلاصه چی بگیم؟ خلاصه بگیم عدم با عدم جمع می شود یا جمع نمی شود و عدم با وجود جمع می شود یا جمع نمی شود میگن خب به دو اعتبار نگاه کن دیگه می توانی بگویی که عدم می توانی بگویی که عدم آرز عدم می شود به همین اعتبار این که من عدم را در ذهن میارم بعد اون را فرض عدم براش می کنم. به این اعتبار چیه؟ عدم آرز عدم میشه. ولی اگه این اعتبار رو برداریم نه دیگه عدم و وجود همیشه چی مقابلن و هیچگاه با هم دیگه جمع نمیشون قال و عدم المعلول ليس علتا لعدم العله في الخارج و انجاز جاز في الذهن على انه برهان اني و بالعکس لميون اقول لما بين ان الاعدام متمایزن بعد از اینکه که بیان فرمود که اعدام از همدیگه تمایز و جدایی دارند به ان عدم المعلول مستند الی عدم العله که برای توضیح گفتن که میگیم عدم معلول مستند به عدم علت است و این دلیل بر این است که اعدام از هم متمایزن متمایزان ذکر ما یصلح جوابا لتوهم ممکن اینجا یه نفر یه توهم باطلی بکنه لذا برای این که از اون حرف ما کسی یک توهم باطلی رو که میگیم نکند دارن جواب میدهند لذا بیان فرمود چیزی را که صالح است برای جواب توهم کسی که لتوهم من یعکس قوله که سخن ما رو برعکس کنه ما گفتیم عدم معلول مستند به عدم علت اون بگه عدم علت مستند به چی عدم المعلول است اینجوری بیاد بگه و یجعل عدم المعلول علت لعدم العله بیاد بگه که این عدم معلول هم علت است برای عدم علت فازال هاذ الوهم لذا مرحوم خاجه برای اینکه از اون حرف ما این توهم باطل عکس را کسی برداشت نکنه چیه آمدن جواب دادن و قال ان عدم المعلول لیس علتاً بل الامرو بالعکس الا ما یأتی فرمودند که عدم معلول علت برای عدم علت نیست بلکه همیشه عدم علت علت است برای عدم معلول الا ما که این رو توضیح کاملی در آینده خواهیم داد ثم قید النفی بالخارج لان عدم المعلول قد یکون علت لعدم العله فی بعد یه نکته دیگر رو باز فرمودند و اون که فرمودم که این که ما میگوییم عدم معلول به خاطر عدم علت است و نه برعکس ما در خارج داریم حرف میزنیم و الا در ذهن نه در ذهن دقیقا ما میتوانیم چیه از عدم معلول به عدم علت استناد بکنیم اشکال نداره بگیم اینی که دیدیم زنگ در خانه صدا نکرد معلوم میشود چیه کسی زنگ در خانه رو نزده از معلول به علت پی به عدم علت پی از عدم معلول به عدم علت پی ببریم مانعی نیست ثم قید النفی بالخارج میخوان بگن در خارج این جوریه لان عدم المعلول قد یکون علت لعدم العله في چون در ذهن میتونیم بگیم که این که زنگ در خانه به صدا در نیامد ذهنا عقلا دلیل بر این است که در خارج چه کسی در خانه را نزده است ولی که بخوام بگیم در خارج بیایم چکار کنیم بگیم اصلا علت این که زنگ در خانه به صدا در نیامده است کسی الان پشت در خانه نیست که در در بزند اصلا استلال از این طرف به اون طرف برای عالم واقع ما نمی کنیم در ذهنمون این ملازم همیشه هست ولی در خارج همیشه میگیم چون علت نیست معلول نیست نمیگیم چون معلول نیست علت نیست قيد ثم قيد النافيه بالخارج لان عدم المعلول قد يكون علة لعدم العله في الزين، كما في برهان ان اصلا برهان انی معناش اینه که میگیم اینی که دود نیست دلیل بر اینه که آتش نیست به بان يكون عدم المعلول اظهر عند العقل من عدم للاله بخاطر اینکه ما خود آتش رو نمیبینیم از معلول چیه برامون ظاهرتر اینکه که الان معلول وجود ندارد پس حتما چیه علتی هم وجود ندارد فیستدل العقل علیه لذا عقل میاد در جایی که ما میبینیم ملازم بین علت معلول حتما هست ولی چون علت ظهور ندارد از عدم معلول استلال بر عدم علت میکنیم بله به ان یکون عدم المعلول از هر اندل من عدم الالف فیستدل العقل علیه و یکون علتا لو به اعتبار تعقل ما به اعتبار تعقل میگوییم که بله این عدم معلول دلالت میکند که عدم علت است لا به اعتبار خارج ولی در خارج ما نمیایم بگیم معلول نیست چون علتش نیست اصلا قرار نیست مناسبتی نیست که بخوایم تبیین بکنیم در ذهن این هست ولا یفید الیه فی نفس الامر بل فی الذهن این فقط چه علیت در ذهن رو تبیین میکنه نه در نفس الامر را و لهذا سمي اندین لانه لا یفید الا الوجود ان یعنی وجود و به همین رو بهش میگن برهان انی چرا چون که فقط وجود را میرساند اما الاستلال به عدم العله علی عدم المعلول فها برهان لمین مطابق للعمر نفسه و اما این که استدلال کنیم از عدم علت به عدم معلول این برهان نیست لمی در مقابل انی که این مطابق امر است در نفس الامر حالا این فرقی که بین برهان انی و لمی گذاشته اند که در برهان انی ما نمی توانیم از علت به معلول برسیم ولی در برهان لمی از علت به معلول میرسیم و باز دو مرته خودشون میگن که ما در برهان انی فقط به وجود میرسیم اینها بحث های دقیق و درستی نیست بلکه حقیقتش اینه که بین علت و معلول واقعا تلازم هست در هر جا که ما علت را به تمام وجود بشناسیم معلول رو هم به تمام خصوصیات میشناسیم و عکسش هم هرگاه معلول رو به تمام خصوصیات بشناسیم خب علت رو هم به تمام خصوصیات میشناسیم مثلا من یه صدای از تو اتاق میشنوم این یه معلولی است خب نمیتونم بفهمم که توی اتاق گربه است یا انسان لذا چیه میگن از معلول تو نمیتونی به علت پی ببری فقط میتونی بفهمی وجود علت را میگیم خب بستگی داره دیگه اگر من فقط صرف یک صدایی شنیدم آره ولی اگر صدای گربه شنیدم خب معلومه دیگه به علت که گربه پی میبرم بستگی داره من معلول رو با چه خصوصیاتی بشناسم به همون مقدار به علتم پی میبرم اگر من فرض کنید که در اینجا مثلا دیدم یک گازی پیدا شد خب آیا این از چه تجزیه حاصل شد نمیدونم ولی اگر دقیقا فهمیدم که مثلا دو تا هیدروژن و یک اکسیژن خب قطعا میتونن پی به علتش ببرم که واقعا چیه مولکول آب تجزیه شده دیگه و همچنین برعکسش اتفاقا از اون طرف هم اگر ما علتی رو ببینیم که مثلا یک کاری انجام میده حالا اون واقعا چی کاریه ما معلولش رو اجمالا میدونیم ولی اگر دقیقا بدانیم اون علت مثلا مهندس ساختمان و داره نقشه ساختمانی میکشه خب معلومه دیگه معلولش هم چیه دگنانوایی نیست حالا این فرقایی که بین برهان انی و لمی گذاشتن خیلی مستند و اساسی نیست المساله العشرون 20 فی ان عدم الاخص اعم من عدم الاعم قال والاشیاء المترتبه فی العموم و وجودا تتعاکس عدما مساله بیستم این است که وقتی که ما دو معنایی داریم که بینشون عموم خصوصه اگر اینها خدمت شما عرض شود که بخواهند بالا بیایند چیه؟ اینها عموم خودشون به هم میخوره مثلا میگیم مفهوم حیوان است از انسان چرا؟ چون حیوان اصل رو هم شامل میشه اما انسان شامل نمیشه ولی اگر عکسش کردیم اومدیم گفتیم چی؟ لا حیوان و لا انسان در اینجا مفهوم لا انسان اعم می شود از لا حیوان و دامن وسعتش بیشتر می شود وقتی که انسان در مقامل حیوان باشد حیوان شامل اصف هم میشه لذا دامنش اعمه ولی وقتی که آمدیم لا انسان و لا حیوان را با هم دیگه مقایسه کردیم میبینیم در اینجا چیه؟ این لا انسان هم اسب رو شامل می شود و هم حجر و جمادات را مثلا شامل می شود اما لا حیوان فقط حجر و جمادات را شامل می شود و دیگه اسب را شامل نمی شود بله عدمشون بله اذا فرض امران احدهما اعم من الاخر كالحيوان والانسان ونسب عدم و احدهما الى الاخر وقتی که فرض کنیم دو امر را که یکی اعمی از دیگری است مانند حیوان و انسان و نسبت دادیم عدم احده را احده ما را الى گفته بودیم انسان و حیوان حالا بگیم عدم انسان و عدم حیوان بله بالعموم و خصوص چی میشه؟ نسبت بدهیم به عموم خصوص وجد عدم ال اخصه اعم من عدم الاعم میبینیم که چیه این معنایی که اخص بود اعم شد از اون عدم اعم مثلا فان الحيوان یشمل الانسان و غیره مثلا میبینیم کلمه حیوان شامل هم انسان میشود و هم غیر انسان چی رو مثلا اسب رو هم شامل میشود لذا حیوان اعم از انسان است فغیر الانسان لا یشتق علیه انه انسانون اما وقتی غیر انسان میگیم لا انسان میگیم خب لا انسان صدق نمی کند بر آن که انسان باشد چه اسب باشه چه حجر و سنگ باشه دیگه نمیشه بگیم این انسان است ولو اینکه که اسب هم باشه در حیوان حیوان شامل اسب میشد اما دیگه چیه غیر الانسان چیه نمیاد چیزی رو که برای صدق بکنه چیه؟ غیر الانسان لا یستق بر اون که این چیه؟ انسان است چه میخواد عصب باشه چه میخواد حجر باشه بل یستق علیه عدمو بلکه چیه عدم الانسان بر اون صادق است ولو این که عصبه و حیوان برای صادقه ولی دیگه انسان برای صادق نیست ولا یستق علیه عدم الحیوان ولی صدق بر آن نمی کند عدم الحیوان که بگیم حتی اسب هم نیست لانه احد و انواعی به خاطر اینکه لا انسان دو نوع دارد یکی اسب است و یکی حجر و هر دو اینها لا انسان برایشون صادقه و یست دقا ایزن مضافن بر این یست دقا ایزن عدم الانسان الا ما به حیوانین علاوه بر این که عدم الانسان بر حیوانی مانند اسب دلالت میکنه و شاملش میشود زائد بر اون یستقو عدم الانسان علا ما به حیوانین چیزی که حتی اسب هم نباشه مثلا مانند درخت مانند حجر مانند شجر مانند جمادات و هو ظاهران پس این امر ظاهر و آشکاری است فعدم الحیوان لا یشمل افراد عدم الانسان پس عدم حیوان حیوان نبودن شامل افراد عدم انسان نمی شود یعنی چی؟ یعنی اصب نمیشه بگیم عدم الحیوان اصب رو هم شامل نمی شود اصب نبودن چیه؟ نمیشه بگیم اصب رو هم شامل میشه چرا؟ چون اصب واقعا اصب حیوان است و عدم الحیوان نیست و عدم الانسان شامل لافراد ما به حیوان ولی از اون طرف میبینیم عدم الانسان شامل افرادی که حیوان نیستن هم میشود جمادات و حجر و, ش... و شجر رو هم شامل می شود بنابر این نتیجتا فیکون و عدم الاخصه اعم من عدم الاعم در زمانی که انسان و حیوان بودن حیوان اعم بود از انسان ولی وقتی که هر دو رو با عدم اضافه کردیم عدم الانسان اعم شد از عدم الحیوان فیکون عدم الاخص اعم من عدم الاعم فاذا ترتب شیان فی العموم و خصوص وجودن ترتبا فی عکس عدما اگر دیدیم دو شی در عموم و خصوص با هم دیگر وجودن بگونه هستند در عدم عکسش می به ان یسیر الاخص و اعم فی طرف الاعم میبینیم می بینیم اون چه که اخص بود چیه اعمه از اون چیزیه که قبلا اعم بود در انسان و حیوان حیوان اعم بود در لا انسان و لا حیوان لا انسان اعم می شود از حیوان و دامنش گسترده تر و افرادش بیشتر می شود و الله على محمد و آل طاهرین و الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد اللهم صلِّ على محمد وآل